بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما دو تا مشکل بزرگ رو در عرصه رسانه باید حل کنیم. رسانه های دینی ما رسانا نیستن، رسانه های غیر دینی ما اغواگرن. خب رسانه های ضد دین که اغواگرن، باید مردم بتونن از اغوای اونها عبور کنن و از اسارت نجات پیدا کنن. رسانه های دینی ما که ناتوانن در انتقال پیام دین، باید بتونن سوء تفاهم ها رو کاهش بدن. ما به زودی باید همه با هم هماهنگ اقدام به یک نهضتی بکنیم به نام نهضت رفع سوء تفاهم. این نهضت رفع سوء تفاهم موجب میشه خیلی از کسانی که تو دنیا با دین آشنا نیستن تعریف حقیقی دین رو پیدا کنن. نه کدام دین، دین به طور کلی، تعریف کلی انبیاء الهی رو پیدا کنن و رسالت اونها رو. یقینا اگر کسی بتونه دین رو خوب توضیح بده، مردم جهان همه خواهند پذیرفت، دین رو به عنوان یک برنامه عقلانی و واقع بینانه خواهند پذیرفت. الان دین یه چیزی شده شبیه قومیت. شما کجایی هستی؟ من ایرانی هستم. شما کجایی هستی؟ تهرانی هستم، اصفهانی هستم، مشهدی هستم. شما کجایی هستی؟ من عراقی هستم، سوری هستم، لبنانی هستم. همینجوری مردم درباره دینشون هم نظر میدن. چه دینی داری؟ من مسلمان هستم. موقع ورزش کردن کسی نمیگه من چه دینی دارم و اهل چه سرزمینی هستم. موقع غذا خوردن کسی نمیگه من چون ایرانی هستم غذا میخورم، من چون مسلمان هستم غذا میخورم. غذا خوردن یه امر عقلانیه دوستان من. دین باید همین جور بشه، فراتر از فرهنگ ها، فراتر از زبان ها، فراتر از قومیت ها. دین یک امر عقلانی باشه، اینجوری باید تعریف بشه در جهان. ما قبل از اینکه در جهان اسلام رو معرفی بخوایم بکنیم یا شیعه رو بخوایم معرفی بکنیم، باید دین رو خوب معرفی کنیم. ما دین رو به بچه‌های خودمون خوب معرفی نکردیم، چجوری می‌خوایم به مردم جهان معرفی کنیم؟ مردم جهان اگر بدونن تعریف ما رو از دین، همه علاقمند به دین خواهند شد. دین یک برنامه است برای زندگی بهتر، یک برنامه فوق العاده خوشبینانه. قبل از خوشبینانه، واقع بینانه. خوشبینانه به معنای درست کلمه، یعنی مثبت نگر. میتونی تو به زندگی بهتر برسی، به بهره‌های عالی زندگی برسی. یه برنامه‌ای که اهل هر عصر و مصری اون برنامه رو عقلانیتشو میفهمن و میتونن اجرا کنن. این دین ماست که غریب مونده پشت پرده های ادبیات خراب دینی ما و دین رو غریب نگه داشته. شبهای قبل در این باره صحبت کردیم، من نمیخوام برگردم اون حرفها رو به تفصیل عرض بکنم. ولی دوستان من، دین یعنی واقع بینی. دین یعنی برنامه این که با واقعیت مطابقت داره. و خدا اگر مطرح میشه این وسط، خدا کاری نمیکنه جز واقع بینی. خدا اگر وحی فرستاده و
برای اینکه واقعیت ها پیچیده است، انسان ها نمیتونن اون رو خوب درک بکنن، پیامبرا اومدن به عقل بشر کمک کردن. هر کی با تعقل با دین برخورد بکنه صحت پیام های دینی رو میفهمه. هر کسی با عقل خودش بیاد سراغ دین، علاقمند به دین میشه. اصلا دین چیزی جز بیدار کننده عقل نیست. لیثیر لهم دفائن العقول، میفرماید پیامبر آمده است دفینه های عقل رو کشف کنه. دفینه به زیر خاکی میگن، به یه چیزی که خیلی گرانبهاست زیر خاک بوده. پیامبران میان این عقل بشر رو، این دفینه های عقل رو، یه مقداری از عقل که فعال بقیه عقل رو میان فعال میکنن پیغمبران. وحی اصلا کارش اینه، وحی معلم عقل آدمیه. به همین دلیل فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب بهش یاد بده، حکمت بهش یاد بده. حکمت یعنی جوشندگی از درون داشته باشه، خودش حالا حرف بزنه، خودش در مورد عالم نظر بده، خودش درباره برنامه زندگیش حتی نظر بده. دوستان من حتما در جریان هستن، هیچ وقت رساله های عملیه تمام دستورات ما رو شفاف نمیتونن بگن. اونجا میتونه بگه محبت به پدر مادر واجبه، ولی شما تو زندگیت مواجه میشی با یه شرایط خاصی بین پدر و مادر که باید تصمیم بگیری به کدوم بیشتر محبت کنی. اینو خودت باید بفهمی. تشخیص مصداق بسیاری از اوقات کار خود آدم هاست. لذا آدم دیندار باید از نظر عقلی یک فربهی پیدا بکنه. یکی دو تا آیه و روایت برای شما بخونم، در این باره بیشتر تأمل بکنیم. دارم جنبندی از بحث دیشب عرض میکنم، وارد چند نکته از مباحثمون بشیم که بحث رو جنبندی بکنیم. در واقع بحثمون رو نتونستیم به انتها برسونیم، ولی این جنبندی خیلی مهمه. مثلا در سوره از آیات، در آیه از آیات قرآن میفرماید و قالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. پرسیدن شما چرا اومدید جهنم؟ گفتن اگر ما میشنیدیم و تعقل میکردیم جهنمی نمیشدیم. نمیفرماید اگر ما ایمان میآوردیم، یعنی ما اگر واقع بین بودیم جهنمی نمیشدیم. ابلیس یه کاری میکنه، انسان دست از واقع بینی برداره. و ابلیس چه ها هم همینطور، اونها هم رسالتی جز این ندارن که انسان رو از واقع بینی جدا کنن. بعضی ها میگن این واقع بینی که شما میگی دین آمده برای واقع بینی، با این کسانی که تو دنیا پوزیتیویستی برخورد میکنن، با ماتریالیستا، با اینایی که عقلگرایی محض رو دستور کار خودشون قرار دادن، فرقتون چیه؟ من با کمال جرأت و جسارت میگم فرقمون اینه که اونها همه واقعیت ها رو نمیبینن، بخشی از واقعیت ها رو میبینن و تصمیم گرفتن همه واقعیت ها رو نبینن. فرقمون اینه. من نمیترسم از اینکه کسی ما رو متهم بکنه به اینکه شما ماورای این واقعیت ها آیا غیبی ایمان ندارید، به وحی، به خدا، به آخرت. میگم بابا اونا هم همه واقعیت. لحنتو اینجوری نکن فکر کنی خیلی عرفانی صحبت کردی. اونا هم همه واقعیته. چه واقعیتی با عظمت تر از خدا؟ دین انسان رو واقع‌گرا میکنه، دین انسان رو تبدیل میکنه به یه موجودی که به واقعیت ها خیلی اهتمام میبرزه. یه داروساز چجوری میره واقعیت بیماری رو نگاه میکنه، چک میکنه یه دارویی تولید بکنه؟ چی کار میکنه؟ مدام تو آزمایشگاه چی کار میکنه؟ این کار دینه. دین همینه دیگه، که شما برید واقعیت رو دقیق موشکافی بکنی. اصلا فقه یعنی همین، فهم عمیق. مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید بالعقل تدرک الداران جمیعا و من حرم من العقل حرمهما جمیعا. میفرماید به وسیله عقل هم دنیا رو میشه آباد کرد، هم آخرت رو. آخرت رو به واسطه دین، دنیا رو به واسطه عقل قاطی کردی یا شما؟
نه هم آخرت هم دنیا فقط به وسیله عقل آباد میشه. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنب هل عاقل. اگه خدا نهی نکرده بود عاقل خودش اجتناب میکرد. ما چقدر باید برای خودمون تأسف بخوریم، چقدر ضعیفیم در ساختن یه فیلمی که این فیلمو به مردم جهان نشون بدیم، بگیم بابا حجاب و پوشش ای خدای من امر دینی نیست. دین به اون معنای مزخرفی که بعضیا میگن که یک امر قدسی است از آسمان آمده است، من نمیدانم برای چیز ولی خدا زور گفته است میگویم چشم، این معنای مزخرف و خیلی ها برای دین دارن. بعد هم میگن حجاب امر دینیه. بابا حجاب امر عقلانیه، منتها میدونید ما شعورشو نداریم فیلم بسازیم. همین تموم شد رفت. اگه داشتیم حجاب تا حالا جهانی شده بود. نیاز نداره شما حتما دین داشته باشید تا حجاب بفهمید. آقا این چه وضعشه؟ بقیه مسائل دین هم همینطوره. همین مقاومت، همین انقلاب. من دوست دارم اصلا اسم انقلاب اسلامی رو عوض کنم بگم انقلاب عقلانی. ما عقل داشتیم انقلاب کردیم دیگه. بعضیا واقعا برعکس میفهمن، میان مثلا عرض میکنم میگه احساسات انقلابی مثلا یک سال دو سال. کدوم احساسات؟ احساسات یعنی چی؟ احساسات انقلابی من نفهمم یعنی چی. دیشب من به شما گفتم عشق از دل منفعتگرایی در میاد. ما منفعتگرایانه انقلاب کردیم، شهدامون منفعت طلبانه به شهادت رسیدن. چرا ما تصمیم گرفتیم غلط حرف بزنیم؟ چرا ما تصمیم داریم سوء تفاهم افزایش بدیم؟ میفرماید انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له. همه خوبی ها با عقل به دست میاد و دین نداره کسی که عقل نداره. آقا دیگه چجوری باید برای ما توضیح بدن این حرفا رو؟ وقت جالبه اصلا خبری از این فرمایشات ائمه معصومین که من دارم مکرر برای شما میخونم، خبری از این ادبیات قرآن که دارم مکرر برای شما میخونم تو جامعه نیست. این چی کارش باید بکنیم؟ میشه من از صدا و سیما تقاضا بکنم که هر عالم دینی اومد حرف بزنه تو رسانه، اگر دیدید این برداشت رو به مخاطب نمیده اجازه ندید صحبت بکنه؟ چرا جور دیگه حرف میزنیم؟ زود اینم بدون اینکه پای عقل رو بکشیم وسط، پای خدا رو میکشیم وسط. خدا اینجوری دستور داده، راضی نیست شما رفتار دیگری بکنید. آقا این یه چند تا کلمه باید وسطش توضیح بدی و الا این همین جمله ای که من گفتم بر اساس ادبیات مسیحی یه جور دیگه تفسیر میشه و این ادبیات مسیحی ادبیات حاکم بر جامعه ماست، حاکم بر اندیشه قشر روشن فکر ماست. باید بگی اگه رفتار غلط انجام بدی به ضرر خودت تموم میشه، خدا هر کاری به ضرر تو تموم بشه ازت ناراحت میشه، میگه آخه چرا عزیزم. اینجوری باید بگی. اگه نگی به ضرر خودت تموم میشه به نفع خودت تموم میشه، همینجوری مستقیم بگی این دستور خداست باید اجرا کنی، برداشتی که از این حرف میشه برداشت ادبیات مسیحیه. ادبیات مسیحی رایج تو دنیا که جا افتاده اینه که معلوم نیست این حرفا به نفع ما باشه ولی چون خدا گفته میگیم چشم. سوء تفاهم ایجاد کرده. ما باید بچه هامونو مثلا شما یه کلمه‌ای دارید تو فارسی به نام خودخواهی، بده، آدم خودخواه، آدم بدیه. تو کل اسلام از اول تا آخر نگاه کنی ادبیات خودخواهی بده ما نداریم. عربیش چی میشه؟ خودخواه یعنی چی؟
بابا این همه جهنم و بهشت آورده، این جهنم و بهشت مال آدم خودخواهه، نه مال از خود گذشته. از خود گذشته بگی میبرن جهنم، ببرن، ما از خود گذشتیم. ای بابا نگرفت طرحمون. میبرن بهشت، ما از خود گذشتیم. یه ادبیات اشغولانه عرفانی هم که اومده قاطی شده دیگه، چه شود، چه آش شل قلمکاری شده. الان مثلا این جوونا هیچ کدوم با آیات بهشت قرآن تحریک نمیشن. اینا رو اوج عرفانن، اینا آخرشن. امام سجاد علیه السلام دعا میکرد و زوجنی من الحورالعین. من اینجوری که تو قیافه شما میدم یه بارم نگفتی خدایا منو با حورالعین. حورالعین چیه خدا؟ ما خودتو میخوایم. اصلا خودت هم نمیخوایم، ما اصلا میخوایم خودمونو برای تو فدا کنیم، تو لازم داری ما رو. گفتیم قریب نمونی، تو رو از تنهایی در بیاریم بیرون. کار دیگه هم داری بگو برات انجام بدیم. ما دو قرط و نیمش هم باقیه. ما باید به فکر منافع خودمون باشیم. میفرماید الدین و الادب نتیجه العقل. دین و ادب نتیجه عقله. ما آمن المؤمن حتی عقل. هیچ کی ایمان نمیاره مگر اینکه عقل به خرج بده. الا قدر العقل یکون الدین. به اندازه عقل آدم ها دین دارن. یا مثلا میفرماید از سخا و ثمرت العقل. سخاوت ثمره عقل آدمه، نه ثمره دینا. دینم خودش ثمره عقل آدمه. یه جای دیگه میفرماید از سخا و فتنتون. سخاوت زیرکی آدمو میرسونه. آدم زیرک باهوش میگه این راه پول به دست آوردن اینه. ببین سنت های حاکم بر هست اینه. از این دست بده از اون دست بیشتر بگیر، اینه راهش. آدم باهوش این کارو میکنه. اگر ما تونستیم کاری بکنیم که در جامعه هر کی بیدینی کرد بگم بنده خدای تختش کمه، اون وقت هستش که دین درست معرفی شده. و من تو روز روشن به شما عرض میکنم من نمیدونم چی کار کردیم ما تو مدرسه دین رو خواستیم معرفی کنیم. نمیدونم چی کار کردیم اینجوری شده. رسانه دینی ما رسانه ایست که درست کار نمیکنه. همه آدم ها دچار سوء تفاهمن. آقا ما چرا میگیم رؤسای جامعه باید با تقوا باشن؟ چون تقوا عقل آدم رو افزایش میده. آدم متقی چی میشه؟ خوشفکرتر میشه. چرا میگیم اشرافیت نباید داشته باشن مسئولان؟ بگید. چون کسی که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه از راحت طلبی، این عقلش هم کم میشه. یکی که کت خدایی یه ده هم نیست، دماغش رو نمیکشه بالا، نمیتونه بکشه بالا، این رو کت خدای عالم تصور میکنه، اشتباه میبینه دیگه. اینجوری میشه. آقا خدا خسیسه که آقا مسئولین آقا ابن الحسن ببخشید آقا مولای ما، چرا باید مسئولین فرمانداران پای رکاب شما نون خوش بخورند و لباس خشن بپوشند و الا میرن جهنم؟ میفرماید آخه مسئول به تعداد مردم باید عقل داشته باشه. راحت طلب که عقل نداره که. خب این باید خدمت کنی، ابزارش عقله، ابزار مدیریت عقل. باهوش بودن ابزار مدیریته. چرا ما علیه آقازاده ها صحبت میکنیم؟ هر مسئولی جلو آقازاده ها، جلو شکم آقازاده هاشو نگیره، هر چقدر بچه ها شکم بارگی کنن از عقلش کم میشه. خطرناکه کارو بدی دست این. این چه ربطی به دین داره؟ آدم یه ذره شعور داشته باشه اینو میفهمه. کسی اسیر فرزنداش باشه همونقدر عقلش میاد پایین. تو اون مستندی که ساخته بودن برای اون بند خدایی که جلوی امام ایستاد، امام عزلش کرد، یکی از آقایون تو مستند چی گفت؟ گفت ما رفتیم هرچی متقاعدش کردیم، آقا جلوی امام وای نستا، بده، امام ازت ناراحت شده، امام راست میگه، از اون دفاع نکن، اون اعدامی آدم کشته. هرچی بهش گفتیم آخر سر دفعه گفت جواب بچه ها رو چی بدم؟ بچه ها از من میخوان.
ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ارزش ها بابا، به خدا دنبال عقلیم. عجب به خدا. شما باید راننده بالاخره خلبان نمیتونی بشی، بیا یه دونه موتور سه چرخه بهت بدم قانقان کنی تو خیابون راه بری، اینقدر تو رانندگی بلدی؟ نباید یه اتوبوس به تو بدن پر جمعیت، میبری تو دره. اینا رو میتونیم ما اینجوری جا بندازیم؟ به بحث‌های سیاسی هم خودش رو میکشونه. من از کسانی که دلسوز انقلابن، دلسوز دینن، خواهش میکنم در ادبیاتتون تجدید نظر کنید، در ادبیات خودتون بازنگری کنید، بذارید کسی خواست به عنوان ضد انقلاب به شما به عنوان یه انقلابی فحش بده، اینجوری فحش بده. این لامصب چقدر میفهمه، چقدر عاقلانه با همه چی برخورد میکنه. بابا الهی بمیری، دست از سر ما وردار، خسته شدیم و بعد هی تحلیل عقلانی کردی، اینجوری باید فحش بده؟ و اینم فحش خور نیست. سر عقلانیت کسی مگه دعوا داره؟ این واقع بینی رو، این عقلانیت رو به انواع معانیش، حتی عقل تجربی، این رو ملاک قرار بدیم. دین پیامش اینه، انقلاب پیامش اینه، بیاین این رو بذاریم وسط. بعد از رسانه ها هم بخوایم که آقا شما هم کمک کنید، جدا از رسانه دین، رسانه های اجتماعی هم شروع کنن عقلانیت رو افزایش بدن. اگر این عقلانیت افزایش پیدا کنه، مردم کم کم هی به سمت راحتی میرن، هی هر امر عقلانی رو طبیعتا میپذیرن و به جای خودش محفوظ میشه. بذارید یه جمله‌ای به عنوان یه مثال، یه جمله‌ای رو از مقام معظم رهبری براتون بخونم. یکی از حرف‌هایی که ما توی دهه گذشته خیلی محکم پاش وایسادیم و فریاد زدیم بر سر مجلسی‌ها که وعده داده بودم یه کمی سوال جوابم بکنیم درباره برخی شبهاتی که تو این مدت مطرح کردن، اونا رو هم یه مختصری به شما عرض بکنم. یکی از این بحث‌های به شدت عقلانی شفافیت بوده. اولا شفافیت رو بذارید ریشه‌های دینیش رو به شما بگم. امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن از بصره می اومدن بیرون، کیسه غذای خودشون رو نشون دادن، فرمودن ببینید من از شهر شما چیزی نبردم بیرون جز همین، این غذا هم مال خودمه، خودم تو باغم کاشتم، از مدینه برشم آوردم. یه مقدار حبوبات اون زمان رسم بود، حبوبات با عسلی چیزی قاطی میکردن، آذوقه سفرشون بود. فرمود این آذوقه سفر من، این چیزیه که از باغات خودم توی مدینه دارم، از شما. خیلی شفاف با مردم برخورد کردن. در یه سخنی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد الا و ان لکم عندی ان لا احتجبن دونکم سرا الا فی حرب. من یه حقی که شما به گردن من دارید این استش که من هیچ چیزی رو از شما پنهان نکنم مگر در جنگ. یه چیزی که اگه من به شما بگم به گوش دشمن میرسه، دشمن به ما ضربه میزنه. اون مسائل امنیتی که دشمن نباید بفهمه، غیر از اونها بقیه چیزها باید شفاف باشه. این خیلی حرف عقلانیه، به حدی عقلانی این حرف که امیرالمومنین علی علیه السلام. اما نوکر امیرالمومنین به خاطر عقلش دیگه، اصلا ما رفتیم سراغ دین به خاطر عقل دیگه، به خاطر اینکه دین خیلی واقع بینه. حالا اجازه بدید من یه مقداری از فرمایشات مقام معظم رهبری رو دقیقاً درباره همین روایت برای شما بخونم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. سال 97 برج 7 می‌فرماید که مسئولان جز در موارد نظامی امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم باید شفاف باشن و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنن. این نکته بسیار مهمی است. این شفافیتی که حالا سر زبان هاست که آقا شفاف شفاف، در کلام امیرالمؤمنین است.
بعضی ها عادت کردن هر چیز خوبی که در جامعه اسلامی است را نسبت بدهن به غربی ها. واقعا انسان تعجب می کند از کوته فکری بعضی ها. توجه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم می گوید ما از غربی ها یاد گرفتیم اینها را. وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی کنید، وقتی کلمات امیرالمومنین و رسول مکرم اسلام را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله از غربی ها باید یاد بگیرید. می گویند بعضی ها می شنوید که بله این شفافیت را هم آنها به ما یاد دادن. نخه، شفافیت را امیرالمومنین یاد داده. می گوید حق شما بر من، یعنی حقی که شما پیش من دارید، این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم. اینجا نمی شود حرفا را زد، چون حرف را وقتی که گفتیم شما شنفتی، دشمن هم می شنود. بله در این مسائل حرب اعم از این حرب به اصطلاح نظامی و مانند ایناست. در مسائل امنیتی و در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست. اما در غیر اینها، در مسائل عمومی، مردم بعد روایت رو میخونن که امیرالمومنین فرمود من هیچ چیز رو از شما پنهان نمیکنم، یا امر عقلانیه. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مواظب باشید اونایی که ایمان به خدا ندارن، یعنی اون واقعیت های بزرگ رو درک نکردن، در اجرای دین از شما سبقت نگیرن. واقعا برای مجلس شورای اسلامی ما خجالت داره. بعضی از کشورها نه تنها شفافیت آراء رو گذاشتن، من مواردش رو نوشتم برای شما که هزینه های انتخاباتی رو دقیق مشخص میکنن کی از کجا گرفته. این برای مجلس شورای اسلامی و دولت و نمیدونم شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام خجالت آوره که کشورهای دیگه در شفافیت از ما جلو بزنن. باید خجالت بکشن، وایسن محکم. شفافیت در اموال خود و خانواده و تغییر آنها در طول مسئولیت، اخیراً قوه قضاییه کمی شروع کرده این رو اجرا کنه. اینا خجالت آوره که تا حالا این شفافیت نبود. حالا ببینیم کی انشالله این شفافیت پدید میاد. شفافیت در مکاتبات و توصیه نامه ها، یه نماینده مجلس به کی نامه می نویسه؟ می دونید چرا شفافیت رو اینقدر فحش دادن؟ حاضر نشدن بگن ما اشتباه کردیم، شفاف بشیم. هر توهینی از دهنشون در اومد گفتن، بعضی هاشون البته، برای اینکه این شفافیت الفیه که بعد باید بگه ب، بعد باید بگه الی آخر تا یا باید بیاد. همینجا وایسه به نفعشه، میدونه چی کار کرده. شفافیت در سفرهای خارجی و هزینه های آن، از این چقدر هزینه هتل دادی، چقدر هزینه چی دادی. شفافیت در برگزاری جلسات با اشخاص مختلف رسمی و غیر رسمی، بعد موضوع جلسه چی بوده، این باید بیاد اونجا رو برد. وقتی که شما مجلس رو شفاف کردید، وقت مجلس میتونه دولت رو شفاف بکنه. هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. عامل شفاف سازی دولت و قراردادهای دولتی مجلسه. بعد اگه مجلس خودش شفاف نباشه چجوری میشه دولت رو شفاف کرد؟ شفافیت در حقوق و مزایای دولتی و خیلی از مواردی که اینجا ذکر شده، که این فسادها و فسادهای دیگری که اصلا نمیشه با قانون و قوه قضاییه جلوشو گرفت. اصلا شما 100% هم شفافیت ایجاد کنید تو مملکت در همه سازوکارهای دولتی و اجرایی، تازه خیلی از راندخاری‌ها رو نمیشه جلوشو گرفت، بقیه‌اش رو باید با تقوا دنبال رفت. تقوا یعنی چی؟ کسی که از روی رفتارش بفهمی که این کارش درسته یا نه. وقتی که می‌بینی شکمبارگی می‌کنه، اشرافیگری می‌کنه، بله دزدی نکرده، همه کاراش هم شفافه، ولی این عقل درست درمون نداره برای مدیریت.
ولی یک کسی ثروتمند اشرافی بازی در نمیاره. امیرالمومنین علی علیه السلام ثروتمند، ما با ثروت مخالفت نداریم، ما با اینکه کسی تجارت کنه پولش رو زیاد کنه مخالفت نداریم، ولی اگه اومد مسئول شد مثل امیرالمومنین زندگی کنه، ثروتش هم در اختیار محرومین بگذاره، نه ثروتش رو جداگانه بسته بندی بکنه افزایش بده. اینا یه امور عقلانیه، دنیا بهش رسیده. ما وقتی که میگیم شفافیت، یعنی بر اساس یک سلسله اصول واقع بینانه داریم میگیم. حالا دیگه شلوغش بکنن برای اینکه کسی اینا رو متوجه نشه، خب واقعا خجالت داره. من حالا با اینکه شفافیت اگه نباشه ام الفساده، شفافیت اگر باشه فقط رفقا جلو دزدی گرفته نمیشه، جلوی رانت‌های پنهان جلوش گرفته نخواهد شد، بلکه یه اتفاق دیگه میفته که هیچ وقت قوه قضاییه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه، و اونم اینه که ما میفهمیم کی با عرضه است کی بی عرضه است، کی با شعوره کی بی شعوره، اینو میفهمیم. ما فقط نمیخوایم که جلو دزد رو بگیریم، شعور سیاسی اونم باید بفهمیم، با شعور اونا داره مملکت داره میگه، شعور اونا گواهی نامه کارشونه. شفافیت تازه من به شما بگم، شفافیت باشه دیر یا زود محقق خواهد شد. اون چیزی که درد در انسان ایجاد میکنه که بعضیا میان نصیحت میکنن آقا شما باید آرامتر میگفتی این را، اگرچه ما بحث شما را قبول داریم، به اون دوستان دارم عرض میکنم، عدم شفافیت رو میشه سرش آروم بحث کرد. آقا چرا شفافیت تصویب نمی‌کنی؟ این که سال 97 آقا فرمودن، این که کار امیرالمومنین علی علیه السلامه، شما حتما باید داد بزنن سرتون تا از حجاب رسانه‌ای بشه گذشت. اصلا آقا شفافیت ایجاد نمی‌کنی، این که داد زدن نداره، باید بحث می‌کنیم، ازت خواهش می‌کنیم. ولی وقتی که توجیه زشت و تحقیرآمیز برای ملت میارید برای عدم شفافیت، اون داد داره، هنوزم داره، صد برابرم داره. بعضیا میگن آقا شما واقعا از دست در رفت، عصبانی شدی، چی شدی؟ گفتم به خدا در اوج ناراحتی و غضب اینقدر خودمو کنترل کردم، اینقدر خودمو کنترل کردم که اگر بعضی از افشاگری ها رو همو وسط میکردم که داشت تو ذهنم مرور میشد، حالا همینم نمیخوام بگم، و معلوم میشد که چی به چیه. اوج وقاحته. اونا هم هرچی از دهنشون در اومد گفتن، در حالی که بعد موندن با من چیکار کنن، با این حرف بنده و با بنده چیکار، با حرف به اصطلاح با حرف که نتونستن درگیر بشن، حالا با من چیکار کنن؟ منو متهم میکنن تو پایداری چی هستی؟ تو اصولگرا هستی؟ تو مثلا چطور هستی؟ حالا دیگه رفتن تو بازی های سیاسی برای خودشون. من یک بار خدا وکیلی نرفتم تو اتاق، نمیدونم اتاق کار دارن دوستان پایداری، اتاق فکر دارن، کلی هم انتقاد دارم ازشون. اگر این تشکل تشکل فراگیر انقلابی نباشه، عیبهایی برش متصور هست. انقلابیون دور هم دیگه جمع بشن بسته عمل نمی کنن، باز عمل می کنن. بله بنده هم توی آغاز حرکت پایداری رفتم یه سخنرانی کردم، هم جمعنا رفتم سخنرانی کردم، هر تشکیلات مذهبی دیگه ای را بیفته انقلابی مردمی میرم تشویقشون میکنم، توصیه های خودم هم میگم. الحمدلله اینقدر هم اثر داره کلام ما که هیچ کدوم گوش نمیدن. موندن چجوری بزنن؟ میگن این عضو فلان جاست. به خدا قسم دیشب عرض کردم، خودشون هم میدونن دروغ دارن میگن، فقط به خاطر اینکه صدای ما به جای رسیده نشه. چون انگلیسی های خبیث همینجوری جهان رو اداره میکنن، صداها رو خفه میکنن، و خیلی ها ساکت شدن تو کشور، از نقادی صحیح پرهیز میکنن، از اظهار نظر پرهیز، من همین الان بگم پرهیز میکنن به دلیل این خفقان رسانه‌ای. من از سیاسیون میپرسم، از این مصلحت اندیشای جامعه میپرسم،
از اینهایی که به من میگن که تو به مجلس نگو غلط کردی، تو به مجلس نگو آدم باش، از اینها سوال میکنم. این آدمیت که در رسانه ها به وضوح و سیاسیون برجسته به وضوح دو قطبی های کاذب درست میکنن، مثل دو قطبی بسیار پلید و مضحک اصولگرا اصلاح طلب، این درسته؟ عقل اینو گفته به شما؟ این شعوره؟ این شعور سیاسیه تو جامعه؟ شما به چهار تا غلط کردی و آدم باش گیر میدی، به این رفتارهای خباثت آمیز گیر نمیدی. تو معروف منکرت جاش عوض نشده؟ یک کسی رو با متهم کردن به اینکه عضو یک جناح خفه بکنن به عنوان یک منتقد و تحلیلگر، یا به عنوان یک فریادگر نهی از منکر برای یک حماقت بسیار واضح، اون منکر نیست، اون بد اخلاقی نیست. همین گفتن آدم باش بد اخلاقی میشه؟ اخلاقو سر و تا گرفتی؟ چی کار ما داریم میکنیم؟ اخلاق اینه دوستان من، کسی برای مقام در جان خودش حرف بزنه که من برم این مقامو پیدا کنم، ملعونه. اخلاق اینه. اخلاق میخوای بگیم کسی نمیمونه دیگه. اخلاق اینه. بله، من این مرزهای اصلاح طلب اصولگرا و اینها رو اصلا قبول ندارم. این یا نقشه اصل صهیونیستاست که پشت سر کشور میخوان دوگانگی های کاذب درست بکنن، یا کار آدم های نابخردی است که هنوز ما یک خرد جمعی عبور از این موانع رو پیدا نکردیم. باید از این موانع بتونیم عبور کنیم. شفافیت. من الان تشکر میکنم از شورای شهر، یکی از اعضای، حالا شورای شهر که دیگه همه اصلاح طلبن، شورای شهر یکی از نهادهایی است که تو کشور پیشتازه در شفافیت. من ازشون تشکر میکنم. یکی از خانومها هست تو شورای شهر، اسمش هم نوشته بودم و بیارم برای شما که ازشون واقعا تشکر بکنم. خانم آروین، بله، خیلی تلاش میکنه برای شفافیت. اصلاح طلب اصولگرا مسخره بازی چیه در میارید؟ بعضی از همینایی که تو مجلس حتاکی کردن، مثلا اصولگران حتاکی کردن به کسی که اونا رو نهی از منکر کرد، و میدونیم برای چی این کارو کردن، دادشون در اومد. این حرفا چیه؟ مسخره بازی رو بذارید کنار، بریزید دور این حرفا رو. خودتون رو اسیر نکنید، اندیشه خودتون رو آزاد بکنید. من تقاضا میکنم از اینایی که میخوان رسانه‌ای انقلابی باشن، مثلا درباره یکی از نماینده‌های مجلس که اتفاقا خیلی نماینده رفتار غلطی هم داره تو برخی از مواضع، خیلی، حالا من دیگه نمیخوام نشانه هاشو بگم معلوم بشه، توی یه صفحه به ظاهر انقلابی حزب اللهی نوشته بود برادرزاده ایشون یه مرکز فساد دائر کرده و دستگیر شده. اینم زایه شد. آقا برادرزادش به خودش چه مربوطه؟ تو انقلابی هست، تو دین داری؟ این رفتاره یعنی چی؟ بریزید دور این مسخره بازی ها رو. حالا اصلاح طلبه، تو اصلاح طلب میزی، هر فوشی باید بهش بدی؟ چی کار نداری؟ این چه طرز برخورده؟ اونا از اون طرف یه عده‌ای رو وادار میکنن اصلاح طلب اصولگرا بازی در بیاره، اینورم یه عده‌ای رو این دعوا هیچ وقت نمیخوابه. یعنی چی مسخره بازی ها چیه؟ یکی هم اومده میگه که نه، این شفافیت شعار ما بود، شما دارید نامردی میکنید، شعار ما رو گرفتید دارید میگی، نقشتون چی آقا؟ آقا جمع کنیم مسخره بازی ها رو، مثل بچه های لوست نونور 4 ساله. نه من قریبا بازی در میارم، نه این مال من بود، بده من یه اسباب بازی رو. دیدید بچه های 4 ساله تا یه اسباب بازی دست یکی دیگه میبینن میخوان؟ خب اون وقت که دستت بود چرا بازی باش نمی کردی؟ به خدا اصلا این چه مسخره بازیه؟ بحث منو پخش نکن، این صدای خنده شما پخش باید کرد. ما
واقعا بچه های 4 ساله دقیقا همجوری اسباب بازی خسته میشه میذاریم تا اون بچه برمیدن این مال من بود من بده اصلا منتظر اینه کی چی دستش میگیریم بازی ها چیه در میاریم من برای اینکه خیال خیلی ها رو راحت بکنم اینقدر رو مایتاب جلز و بلز نکنن خیالشون راحت کنم من نه تو انتخابات شرکت خواهم کرد برای اینکه صدامم راحت تر بلند بکنم و برای اینکه معمولا هیچ لیستی رو هم لیستی نمیتونم تایید بکنم دیگه همون مقدار صراحتی که تو بعضی از انتخابات ها داشتم و تعیین میکردم که آقا اینو من ترجیح میدم که هر بارم هر کسی رو ترجیح دادم روی مصالحی بوده میتونم الان فهرستش رو به شما بگم اونا رو هم من نخواهم گفت خب برید راحت سر مردم رو کلاه بذارید ولی غلط میکنه کسی فضای سیاسی جامعه رو ناامن بکنه هر کی میفهمه خدا لعنتش بکنه اگه ساکته این حرف من نیست این حرف خداست هر کی میفهمه این روش غلطه باید نهی از منکر بکنه چه روش هاییه؟ انقلابی ها شاید باید شروع بکنن به ادبیات رسانه‌ای فاخر آقا این فکر بده از این آدم این آدم رو با این فکرش نقد کن فامیلش خراب کرده نکش رو صورت این مگر اینکه خودش در رانتخاری فامیلش دست داشته و اگه باید یقین داشته باشه باید ثابت شده باشه فضا رو نباید خراب کرد امیرالمومنین حاضر نشد پشت سر خوارج بفرماید اینها دنیا طلبن اینها منافقن اینها بی ایمانن پرسیدن آقا پس اینا چی هن؟ هر کدوم از اینا رو سوال کرد آقا اینا دنیا طلب بودن فرمود نه خوارج زاهد بودن زهد داشتن گفتن آقا اینا منافق بودن فرمود نه مؤمن بودن آقا با شما جنگیدن شما با اونا جنگیدی فرمود خب اشتباه کردن بیشتر از یک اشتباه کردن نگفت دوباره برنگردی بگی پس چرا خودت فریاد زدی سر منکر عظیم باید فریاد زد و منکر عظیم قطبی سازی دو قطبی سازی کاذبه این کار فرعونه این کاریه که به خاطرش سوره منافقین نازل شد بابا این با یه دزدی فرق میکنه فرق داره با رانتخاری این کثیف‌تر از رانتخاریه این منکر رو نهی نمیکنی بعد رفتی سراغ رانتخاری بفهمیم دیگه این خطرش برای جامعه برای فاسد کردن جامعه برای ایجاد فرصت طلبی ها در میان فرصت طلبان بیشتر خب فرق میکنه این با اونا هر کسی زمین خورد و نباید دو تا لگد دیگه بهش بزنیم هر کسی یه ایرادی داشت دو تا ایراد دیگه نباید بهش اضافه کنیم سر یه ایرادی که داد اندک میخواد نباید داد زیاد بزنیم سر ایرادی که داد زیاد میخواد نباید داد اندک بزنیم باید بالاخره هر چیزی حساب و کتابی داره دیگه من طبق مقررات دارم عرض میکنم تثبیت دو قطبی کاذب این ننگ برای جامعه ما اینو باید برای سرش فریاد زد بعضی ها با وقاحت این دو قطبی سازی های کاذب رو درست میکنن با سرشون فریاد زد نهیشون کرد از این منکر که رعب در دلشون ایجاد بشه دست بردارن بعضی از دولت مردان هستن نه تو این دولت مثلا تو دولت اصلاحات حتی مقلد کسی بودن که خدا امام او رو طرد کرد رسما میگفت من مقلد ایشونم به خاطر پرکاریش و زحمتی که در وزارت میکشید الانم وزیره آقا چند بار ایشون رو تایید کردن اصلا نگاه نمیکنن به این بحثای سیاسی هر کی خوب کار میکنه دمش گرم و اینجور هم نیست همه بد کار بکنن نباید اگر منتقد بودیم به دولت یک باره همه دولت رو بشوریم رو بند پهن کنیم و نباید دو قطبی سازی بکنیم چون تو قطب ما نیست ما محسنات نگیم وقت ندارم میخواستم یه فهرستی رو از خوبان چپ و راست بگم حالا دیگه به جزئیات نمیخوام بپردازم این کلیات بسه دیگه و یه فهرستی هم میشه گفت از رانتخاری ها و فرصت طلبی های چپ و راست این نه معناش اینه که هیچ آدم سالمی نمونده نه معناش اینه که
همه خوبن، ماسمالی کنیم، بله همه برادر خواهر، نخیر اینجوری هم نی. باید جدا کرد دونه دونه. مبنای از بین رفتن اصلاح طلب اصولگرایی در اصلاح ادبیات دینی و انقلابی است. تا ادبیات دینی و انقلابی سوء تفاهم برانگیز باشه، تا دین رو یه جوری تعریف بکنی که دین چیزی غیر از واقع نمایی و واقع گرایی و تسلط به واقعیات، این دعوای اصلاح طلب اصولگرایی هست. یه آقایی کتاب نوشت به نام دانش و ارزش اول انقلاب، این تئوری خودش رو تقویت کرد، گفت اینا ارزشی هستن، ما دانشی هستیم. یه حلقه درست کرد، اون حلقه اومدن جریان اصلاح طلب اصولگرا درست کردن، دو تا ادبیات تو جامعه ما رواج پیدا کرد، اول دردسر و بدبختی. به دروغ. بابا دین لا اله الا الله، اصلا اون کلمه ارزش ها رو از کجا گیر آوردی؟ همون بحثایی که دیشب صحبت کردیم. دین فقط به واقعیت ها دعوت میکنه. واقعیت ها اندازه های مختلف دارن. یک واقعیتی هست واقعیت مطلق در عالم، ولی غیب به چشم دیده نمیشه، آثارش به وضوح درک میشه خود خداوند متعال. انسان مقدس کیه؟ انسان نورانی کیه؟ اصلا کی نورانی میشه بگو؟ کسی که بیشتر واقعیت‌ها رو درک کرده، خودش رو با واقعیت تطبیق داده، از خیال پردازی فاصله گرفته. میدونید تو این کشور دو قطبی حقیقی چیه؟ خیال پردازان و واقع بینان. خیال پردازان گفتن که برجام نتیجه میدهد، واقع بینها گفتن برجام نتیجه نمیدهد. واقع دعوا سر اینه، دعوا سر چیز دیگه نیست. همه جا همینه، همه جا دعوا سر واقع بینی و خیال پردازیه، همه جا همینه. قرآن کریم هم فرمود، گفت ان یتبعون الا الظن، اینا از گمان پیروی میکنن، از علم پیروی نمیکنن. هر کی از گمان پیروی میکنه، این کم کم خودش موجب حذف خودش میشه. زمان امام زمان ارواح الله الفدا دو قطبی نیست. زمان امام زمان علیه السلام هر کی عقلش بیشتر خود به خود جلو میفته، با نگاه مردم، با حس مردم، با تایید مردم، با تقویت مردم، با نصرت مردم. این حرفا دور ریخته میشه. شما یه زمانی باید برای نوه های خودتون بگید یه زمانی بود، یک انتخاباتی ما داشتیم، بعد خجالت هم میکشی برای نوت تعریف میکنی، بعد نوت بهت میگه که بابا شما اون زمان بودی؟ باید بگی بله. نه من قریبم بازی در آورده بودن، اصلا این اسباب بازی مال من بود، تو چرا برداشتی؟ بابا جمع کنید این حرف رو. هر کی هر طرح خوبی آورد قدمش روی چشم، هر کی هر حرف خوبی زد قدمش روی چشم. من تعجب میکنم این همه تهمت رسانه‌ای، آی یادتان باشد فلانی مال فلان جناح هست. چرا میترسی صدام به گوش بعضیا برسه؟ چیه تو دیکتاتوری؟ دیکتاتوری رسانه‌ای با دیکتاتوری چیز حکومتی فرقش اینه، دیکتاتورهایی که حکومت دستشونه آدمای قلدری هستن، درسته؟ شمشیر دارن، زور میگن، دیکتاتورن. ولی دیکتاتوری رسانه‌ای میدونی معمولا کار کیاست؟ کار آدمای ضعیف و زبون. بعد ضعفا بخوان دیکتاتوری کنن، تیکه تیکت میکنن، بدتر خبیثانه برخورد میکنن. خدا نکنه کارت بیفته دست ضعفا، اون ضعفایی که بدن ابوالفضل العباس رو گیر آوردن دیگه رحم نمیکردن به قطع قطع بدن او. باید این بساط اصلاح بشه، باید این انتخابات اصلاح بشه. البته اینا فقط راه حل، اینا همه این چیزایی که من میگم توش راه حل نیست. آقا بالاخره لیست 30 نفره تهران چجوری بسته بشه؟ خب راه حل داره اینا. حتی من به شما بگم اشخاص لیدری کنن بهتر از این جناح بندی های موهومه.
و بعد اگه کسی این جناح بندی، این تخم لق جناح بندی از دهنش نمیفته، مثل آدم برخورد کنه. مربی های دو تیم قرمز و آبی هیچ وقت به هم دیگه اینجوری توهین نمی کنن. تو میدونن رقیب اصلیشون اینه، همدیگه رو تحویل میگیرن، نه اینکه توهین آمیز برخورد کنن، یه عده‌ای رو ذلیل کنن، یه عده‌ای رو عزیز کنن. اونا باید حرف دهنشون رو بفهمن و در حد تیم 11 نفره میفهمن، در حد سیاسیون ما نمیفهمن. فوشو میکشن، آقا جمع کن خودتو، کی گفته این رفتار تو درسته؟ بله من نسبت به دو قطبی سازی حساسم و دو قطبی سازی کاذب، به ویژه سر این جناح کشی های غیر واقع بینانه، و بعد تقویت این رو کار خبیثانه ای میدونم، کار خبیثانه ای که جز با فریاد زدن، جز با نهی از منکر کردن نمیشه درستش کرد. و من به شما بگم اکثر کسانی که تو کشور باید بیان به داده این فضا برسن، فضا رو اصلاح بکنن و توانمندن تو این فضا حرکت بکنن، در حال خواب بیهوشی به سر میبرن. درکی از اولویت های منکر و معروف در جامعه انگار ندارن. خب این زشته برای جامعه ما. یکی هم داد میزنه میخوان خفش بکنن، یا به بهانه اخلاقی گری، کسی اخلاق نفهمیدن یعنی چی، یا به بهانه های دیگه. طرح داری بردار بیار، دیگری رو نمیخواد خراب بکنی. کار کردی گزارش بیار بگو من میخوام اینو ادامه بدم، و الا حرف اضافی نزن. تو حق نداری از دیگران یک دیو بسازی تا بگن حالا تو که خودت هم فرشته نیستی، یه جنی بیشتر شبیه نیستی، ولی حالا دیگه جهنم و ضرر به تو رأی میدیم. یک دیوی از اون طرف درست میکنن، میگن حالا ما که فرشته نیستیم ولی خودت میدونی. مره تو که اصلا فرشته نیستی. از اول شروع کنیم بیایم تا آخر. باید یه جوری ادبیات دینی خودمون رو تنظیم بکنیم، محل سوء استفاده خیلی ها قرار نگیره. اگر دین رو جا انداخته بودیم به معنای واقع بینی، به معنای عقلانیت، دعوا میشد سر چی؟ یکی میگفت آقا این سخن من عقلانی تره، اون یکی میگفت این سخن ما عقلانی تره، وقت عقل جمعی حکم میکرد به یکی رأی میداد. چه قشنگ میشد؟ الان دیگه کار به جایی رسیده، جست اپوزیسیون هم میگیرن. حالا دیگه یه کمی ضعیف شده این جست اپوزیسیون به خاطر برخی از بالاخره رشدی که در جامعه پدید اومده و مردم میفهمن که این جستا دیگه جواب نمیده. بله، ولی ما باید سر چی با هم دیگه دعوا کنیم؟ انتخابات در زمان امام زمان، ارواحنا له الفدا، یا انتصابات یا انتخابهای طبیعی با رأی گیری یا بدون رأی گیری چجوری انجام میگیره؟ عاقل ترینا میان رو. اصلا محل انتخابات، محل درک اینه کی عاقل تره. چرا شعارهای حاشیه‌ای میدید؟ چرا حرفهای مزخرف بی خود میزنید؟ و عقل رو هم ملاک داره برای تشخیصش. یکیش شفافیته، یکیش تهذیب نفسه. همون تعابیری که داره مسئولان در زمان امام زمان، ارواحنا له الفدا، چیه؟ به خودشون سخت میگیرن. و بعد امام زمان ارواحنا له الفدا هم سخت میگیره به عمالش، به همه روایت دیگه، به همه مردم مهربان و کریمانه برخورد میکنه، به عمال خودش به شدت سخت میگیره. مردم هم انتظارشون از عمالشون بالاست. بله والا من الان شنیدم کارخانه هپکو مدتی حقوق نگرفتن یا مشکلاتی دارن بعد از خصوصی سازی. خب بله، دولت مردم مسئولن، باید بیان بگن این خصوصی سازی بدیم قوه قضاییه درستش بکنه. تا اون موقع این بچه ها چیکار باید بکنن؟ شما دست گدایی پیش فامیلتون دراز کنین، ما اعانه براتون جمع میکنیم، میگیم آقا نگاه کنید این وزرا، این وکلا، اینم معاونین اول وزرا، حقوقشون طی طرحی
رفت برای این کارگرا، اینا چون گناه نداشتن، دولت اینا رو فروخت، مثل اینکه بد فروخته، تونشو کی باید بده؟ این طرح شبیهش اجرا شده ها. حالا من الان تا اسم برم میگم بیا این میخواد فلانی را تقویت کند برای دور بعد چی چی فلان. داریم مدیری توی این مملکت یه سازمان عریض‌تویزی دستش اومد گفت اگر کار، یعنی اون کسانی که ما بهشون خدمت میرسونیم، اگر خدمات ما به اونها دیر شد حقوق شما داده نمیشه، وقتی خدمات رو به اونها دادید بعد حقوق پرداخت میشه، حالا دیگه هر موقع خواستی خدمات رو برسون. دیگه بعد از اون سر ما همه خدمات رسیده میشد، حقوقش قطع میشد دیگه. کار عقلانیه. حالا وقت نیست دیگه، وقت شما رو هم امشب نگیرم، والا میشد یه 10-20 تا طرح جور کرد. آقا به اصلاح طلب اصولگرا نگاه نکنید، هر کی گفت من این 10 تا طرح رو میرم اجرا میکنم، اینا دو تا طرح دیگه هم گذاشت روش تکمیل تلش کرد، اینا شایستن که بهشون رأی بدید. حالا بسته ای 30 تایی بودن یا بسته ای نمیدونم هر چقدر تکی بودن، والا به خدا. خدایا آنچنان که وعده فرموده ای هنگام ظهور عقل مؤمنان را افزایش میدهی، در آستانه ظهور هستیم ان شاء الله، عقل ما را افزایش عنایت بفرما. بعد سفارشی هم درباره اربعین بکنم، رفتن و حضور پیدا کردن در اربعین و کمک کردن به اربعین یک امر عقلانی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود اگر فواید اجتماعی و سیاسی دسته های عزاداری ایشون نبود که الان این اربعین رو ببینه و چی کار میکرد برای اربعین. همین کلماتی که روز گذشته مقام معظم رهبری درباره اربعین فرمودن، دیدید چقدر آقا با اربعین عقلانی برخورد کردن؟ تو رو خدا حال کردی؟ حال از چی؟ از عقل. امیرالمومنین فرمود مؤمن وقتی خسته میشه، خستگی خودشو با حکمت برطرف میکنه، جگرش حال میاد با حکمت. حکمت کلماتی عقلانی در اوج عقله. فرمود این اربعین رو، حالا به زبان من ساده نگیرید، این اربعین مقدمه تمدن عظیم اسلامی است. چقدر عقلانی برخورد کرد. حضرت امام چی میفرمود؟ میفرمود روشن فکرایی که، حالا اون زمان روشن فکرا اونایی بودن که دین نداشتن و کمونیستا رو معمولا اینجوری بهشون میگفتن و اینا خیلی ضد روزه و عزاداری بودن، میفرمود اگه این روشنفکرها میفهمیدن فواید اجتماعی و فواید انسانی عزاداری چیه، خودشون جلسه روزه میگرفتن. اون زمان باید همه با صدای بلند میخندیدن که امام اینو فرمود. بابا اونا روزه خون میکشن، اصلا میکشن روزه خونا رو. بعد حضرت امام میفرمود که اینا اگه میفهمیدن فواید اجتماعی روزه و عزاداری ابا عبدالله الحسین و دسته های عزاداری رو، خودشون جلسه روزه میگرفتن. همش عقله. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وقتی شما اربعین رو نگاه میکنید، اربعین پایان تئوری های نجات دهنده حیات بشر، مهر خاتمه ایست بر همه ادعاها و تلیعه ایست که میشود این گونه زندگی کرد. اگر امام حضور پیدا کنه در جامعه، دلها چقدر به هم نزدیک میشن و خیلی از سختی های زندگی برطرف خواهد شد. بیاید تو اربعین ببینید کی اینا رو با هم هماهنگ میکنه. تمام هستیشو آورده لب جاده، داره غذا میده، یه دفعه همسایش، حالا اینا توی روستای خودشون با هم دیگه رقابت دارن، همسایش غذا کم میاره، میگه یه عده‌ای اومدن، جان من نمیخواد بگه، بلند میشه گوسفند نگردشه میگه بیا اینو بردارو ببر. اصلا یه عالمیه. دوتا جوون تو اربعین با هم دعواشون شده بود، یکی این گفت یکی اون گفت، اون یکی ساکت شد. یکی از بچه‌ای که شاهد بود به من میگفتش که چیکار کنم اربعینه، بعد دعوا کنیم، اینا همه مهمونای امام حسین، ما هم نوکر امام حسینیم. حالا غیر اربعین بود بهت میگفتن، خندیدن و بعد اومدن همدیگه رو بغل کردن و اینه. این نمونه های اندک و کوچکشه. هر کی هر کاری میتونه بکنه برای اربعین کم نگذاره ها. اربعین رو با عقلت بفهم.
دوستان تلویزیون مصاحبه میگیرن برای اربعین، اینقدر نگن چه حس خوبی داری، چه حال عاطفی خوبی داری. اگر هم از حال میخوان حرف بزنن میگن عقلت حال کرد؟ عقلت باز شد؟ چی فهمیدی؟ چی گرفتی؟ مشاعرت گشوده شد؟ روشن شد فکرت؟ اینه اربعین، این کار میکنه. رسول خدا فرمود هر کسی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، خوشفهمی میده. چرا تو هیئت ها باید از هوشمندانه ترین سخنان دین حرف زد؟ برای اینکه تو هیئت، تو مجلس محبت اهل بیت آدم خیلی عقلش میرسه. اینایی که عشق میریزن برای اهل بیت عصمت و طهارت، اینا آماده و برخوردار از حکمت میشن. اشاره کنی رفته گرفته تا آخر. بچه ها با اون روزه هاشون تو عملیات ها درک و درایت نبرد پیدا کردن، یک جنگ جهانی که به ایران تحمیل شده بود از سر گذروندن، یک جنگ جهانی که تحمیل شده بود. انشاءالله اربعین غیبت نخوری، انشاءالله اربعین. یه نکته دیگه هم اضافه کنم، دیگه قول میدم هیچی نگم. خب اربعین رفتید، رفقا سلام ما رو به مهدی فاطمه امام زمان برسانید. و تو اربعین شبها تو این حرکت که در این بیابان حرکت کردی، دائما دنبال حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا بگرد. آقا فرمودن معنویت و معرفت و اون غنای باطنی اربعین رو افزایش بدید. حالا با تعابیر خودشون فرمودن سعی کنید کیفیت اربعین رو افزایش بدید. من یه پیشنهاد دارم برای افزایش کیفیت این اربعین حسینی. آغاز راهتون رو خانه امام زمان مهدی فاطمه مسجد سهله قرار بدید. بعد از زیارت قبر امیرالمؤمنین بیاید مسجد سهله. آقا تو ندیدی؟ بگو یا ابن الحسن اومدم خونه نبودی. سه شب تو بیابونا میخوام دنبالت بگردم. سه شب وقت بگذر. میشه حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، ایشون پدرشون ما رو دعوت کنن برای اربعین، پسر خود به خوش آمدگویی نیاد؟ مثلا امکان داره امسال اربعینتون رو خیلی امام زمانی کنید. امسال مجلس روزه رفتید، سعی کنید اگه شد همون دم در یه گوشه بنشینید، بگید امام زمان صاحب عزاست، معمولا شاید دم در بنشینه. نمیدونم چی کار میخوای بکنی، نمیدونم دلت چی میگه، دنبال آقات بگرد، ارتباط با مولای خودت برقرار کن. یه وقتی دیگه یکی از کسانی که از کنارت رد شد شانش به شانه تو خورد خود حضرت باشن. نمیخوام تو رو خیال پرداز کنم، واقع بین باش، محال امام زمان در این مسیر پیاده حرکت نکنه. ما رو خودشون دعوت کردن تو این راه، راهی کردن توی راه. سلام ما رو به حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا برسون. انشالله ما هم همراه شما هستیم، ولی به هر کدومتون خدمت حضرت رسیدید، بعد به کربلا هم رسیدی، سلام ما رو به ابا عبدالله الحسین برسد. ولی تا به کربلا رسیدی اول بگو السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین یا زینب کبرا. یقین بدون زینب پاهاش از تو بیشتر تاول داره، لباسش از تو خاکی تره، بچه هاش کتک خورده تره. اصلا سلام نده به زینب، کنار وایسا بذار خانم خودشون زیارت کنه. نمیشه این دختر که دیده مادرش چجوری بین در و دیوار بالو پر زد برای امیرالمؤمنین
کمتر مایه گذاشته باشه از مادرش نمیشه. یا فاطمه زهرا، آنچه که در یک لحظه بین در و دیوار کشیدی، یک ماه زینب در بیابان‌ها کشید. میخواید برای حضرت زهرا و حضرت زینب گریه کنید؟ امشب شب جمعه است، هر دو کربلا هستن. شب آخر مزد تو از فاطمه زهرا بگیری. چی شد یا فاطمه؟ شما مادر محسن تو از دست داده بودی، چی شد بلند شدی؟ این قدرت رو از کجا پیدا کردی؟ شما الان باید استراحت میکردی، شما الان بیمار بستری هستی، از نظر جسمی ضعیف و نحیف شدی. بلند شد زود پرسید فز علی رو کجا بردن؟ علی رو تناب بسته بودن میکشیدن. مادر اینجوری شد؟ مادر اگر بدونی زین العابدین و چقدر جلو زینب تناب زنجیر بسته بودن میکشیدن. این صحنه رو دیده بودی؟ امام زمانت رو جلو چشمت رو زمین میکشیدن. تازه امام زین العابدین که فقط زنجیر بود، گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم، همه دیدم دور حسینم رو گرفتن، دیگه حسینم رو نمیدیدم، فقط میدیدم شمشیرها بالا میره پایین بیاد، نیزه ها بالا میره پایین میاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در دو دنیا ما رو از ابا عبدالله الحسین و اربعین حسین جدا مگردان. اربعین امسال مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. من از صحبت‌های مقام معظم رهبری میفهمم، همونجوری میبینم تو تلویزیونا، اینقدر آقا عاشق پیاده روی اربعینه، اینقدر عاشق. با یه صمیمیتی دیروز برمیگشت از این عراقی ها تشکر میکرد. من از صمیم دل از شما تشکر میکنم. یه جلوه یا ببین حجت ابن الحسن العسکری اگه بخواد تشکر کنه چیکار میکنه. ازا اربعین رفتی یه مقداری از راه رو به نیت آقات برو، بگو آقا ما نایبت، نایب آخه میفرستن دیگه، بعضیا نمیتونن برن زیارت، خرج میدن نایب میفرستن. راستی این سنت رو یادتون نره، یکی دو نفر جای خودتون بفرستید، بگو حسین جای من خالی نباشه، اسمم اونجا باشه، بگو به نیت من میری، یه جوون پیدا کن، این میخواد راه بره تمام مسیر رو، همه ثوابش برای خودش هم هست. به نیت من اسم بده، بگو به اسم من بره این راهو قدم بزن، و میشه به نیت دو نفر، به نیت سه نفر ثوابش کم نمیشه، کم رنگ هم نمیشه، بگن کپی شده، نمیدونم کم رنگ شده در اثر تکثیر، اینا دستگاه خدا این حرفا نداره. بعد به نیت آقات قدم بردار تو این بیابان برو. خیلی آقا دوست داره تو این پیاده روی شرکت کنه، خیلی. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.